خب تا به حال یاد گرفتیم که IDE که میخوایم استفاده کنیم چیه، آپاچی چیه، مفسر برنامه ماست و فرقش با زبانه مثل جاوا و ASP و سی شارپ و اینا چی هست و چرا پایتون، چرا PHP. حالا به مرور زمان میفهمید چرا PHP. الان شما به طور مثال من بهت نشون دادم اگه میخواستم برنامه جاوایی رو که نوشتم بیام ران بگیرم، اومد بیلد کرد و شروع که کلی پروسس منو مصرف کردن که بیاد خروجی رو بده، در صورتی که شما اینجا اگه بیای این قسمت کافی رفرش بکنید، ببین یعنی F5 شما یعنی مفسر به نام آپاچی میاد چیکار میکنه، یه F5 بزنی کل کارت رو راه آخرین تغییراتی که توی صفحه در واقع توی کدت اتفاق افتاده رو میاد به نمایش میده. خب این خیلی سرعت رو میبره بالا. حالا با هم دیگه خیلی کار داره، بحث سرعت رو اینو با هم میبینیم جلو، بحث اهمیت رو حتما خواهم گفت بهتون. شما باید اکسپلویت بتونید بنویسید جز الزامات زندگیتون توی برنامه سی پی اچ پی. خب چجوری میتونم پی اچ پی شروع کنم؟ نوشتم توی اسلاید گذاشتم، اول مثلا نیو پروجکت. دو صورت شما میتونید پی اچ پی رو دیفاین بکنید توی صفحه ایندکس دات پی اچ پی. چجوری؟ کافی علامت بهشون میگن این اگه ایکس باشه این ایگرگ، بهشون میگن علامت کوچیکتر کوچیکتر علامت سوال بذارید خودش برای پی اچ پی رو مینویسید. شما اگه بخواید پی اچ پی بنویسید به این صورت، به دو صورت شما میتونید پی اچ پی رو بنویسید، یکی بلاک بنویسید یه دیگه یکی حالت این لاین بلاک. بعد تو ذهن داشته باشید به ایشون میگن بلاک یعنی وقتی که از اینجا اومدی علامت کوچیکته علامت سوال با پی اچ پی رو قرار دادی از زیر ایشون تا بی نهایت خط میشه میتونی کد پی اچ پی بنویسی. یعنی اینجا کد پی اچ پی تا مثلا تا نقطه میذارم تا بی نهایت میتونی پایین کد پی اچ پی بنویسی. یعنی اصطلاحا انگار وارد یک فضایی میشی که از بعد از این زیر خط کد پی اچ پی اینجا خودشون لاین برات میذاره تا هر جا که بخوای میتونی پی اچ پی بنویسی. ولی اگر بیای بنویسی علامت کوچیکتر علامت سوال پی اچ پی و حالا مثلا 5 خط پایینتر بیای علامت سوال بذاری و ببندی، فقط از لاینه نگاه کن لاین دوم تا لاین پنجم میتونی پی اچ پی بنویسی. همین که بیای از این بیرون دیگه بیرون شما نمیتونی، بیرون از این نمیتونی پی اچ پی بنویسی. به این حالت میگن این لاین بلاک، به این حالت که ایشون نیستش بهش میگن بلاک، بلاک پی اچ پی. این حالت اگه بشه بهش میگن چی؟ این لاین بلاک پی اچ پی. یعنی دیگه اصطلاحا زیرش بیای بیرون دیگه نمیتونی پی اچ پی بنویسی، خودت پی اچ پی بنویسی. پس محدوده شما کجاست؟ از اینجا تا به اینجا. حالا اگه اینتر بزنه بره پایین هیچ اشکال نداره، میتونه همینجوری اضافه بشه، حالا میتونه توش پی اچ پی بنویسی، ولی همین که از زیرش بیای بیرون دیگه نمیتونه، از اینجا بیای بیرون نمیتونه پی اچ پی بنویسی. پس به دو صورت یاد گرفتی، فعلا حالا دو صورت تو ذهنت باشه، دو صورت هم خارج نیست، پول لاراول هم به همین شکله. حالا با این حالت بلاکش رو شروع می‌کنیم یاد گرفتن. اولین دستوری که شما یاد می‌گیرید، کامندی که دارید یاد می‌گیرید، دستور کلیدی اکو. اکو توی تمام پروژه های شما استفاده میشه. اکو یعنی چی؟ اکو رو من مینویسم و میام توی دابل کوتیشن. امیدوارم برنامه نویسی رو در حد کوچولو بلد باشه، اگر هم بلد نیستید من همه رو توضیح توی دابل کوتیشن نگاه کنید، بالای کنار سمت چپ اینترتون یه چیزی هست به نام سینگل کوتیشن یا اون ت خودمون خب ت فارسی، یا یه گزینه هست به نام دابل کوت. اگه شیفت رو بگیریم میشه دابل کوتیشن. خب این دابل کوتیشن داریم، سینگل کوتیشن داریم. تو هر جفتش اگر چیزی بنویسی استرینگ حساب میشه. مثلا به طور مثال من می‌نویسم هلو ورلد و یه سمیکالن رو قرار میدم. خب این کامند اکو هم که نوشتم در مورد کامند صحبت می‌کنم، فعلا در مورد کامند صحبت کردم، ولی یه دستوره. خب این اکو یعنی چی؟ اکو یعنی چاپ کن. چی رو چاپ کن؟ هلو ورلد رو. توی چی قرار داره؟ سینگل کوتیشن. میام اینجا F5 رو میزنم، ببینید هلو ورلد رو برای من چاپ کرد. خب حالا اگه به وقت دابل کوتیشن قرار میگرفت چی؟ هیچی، هیچ فرقی نداره.
یا دارد بازم هلو ورد رو چاپ میکنه. کدومش درسته؟ آقا جان ببینید، من نمیخوام دست زبان دیگر رو بیارم بالا. ببینید هر چیزی که توی دابل کوتیشن نوشته میشه رو اصطلاحش میگن استرینگ. هر چیزی که توی دابل کوتیشن نوشته میشه رو بهش میگن استرینگ. آیا من فقط باید تو دابل کوتیشن بنویسم؟ شما یاد بگیر تو دابل کوتیشن هر چیزی که قرار میگیره میشه استرینگ. لطفا توی سینگل کوتیشن ننویس، توی پی اچ پی خصوصا سینگل کوتیشن ننویس. بعدا میفهمی چرا. بعدا توی متغیرها بهت میگم، بعدا توی جاهایی که واسه بزنی بهت میگم. توی پایتون هم همینطور دابل کوتیشن داریم، سینگل کوتیشن داریم. جفتشون اگه دیتا بذاری میشه چی؟ میشه استرینگ. ولی شما یاد بگیر توی تمام زبان‌های ورپذیر مثل جاوا، مثل سی پلاس پلاس، مثل سی شارپ، مثل خود حتی چه میدونم زبانه مثل سی، اینا دیگه اینا پایان دیگه، حالا غیر سی شارپ، سی شارپ فرض کنید این سه تا زبان پایه حساب میشه. شما تو اینا اگه بخوای استرینگ بنویسی باید تو دابل کوتیشن بنویسی. اگر بخوای کر یا کاراکتر بنویسی توی سینگل کوتیشن بنویسی. یعنی چی؟ نگاه کن اینجا من نرم افزاری دارم به نام کد بلاکس، توی سی پلاس پلاس بنویسی. ولی کیوتی هم هست برای ویندوز یا لینوکس اپلیکیشن، یا کاری که مربوط به اپلیکیشن هست توی کیوتی میشه نوشت. نگاه کن من میام اینجا بالا این رو میذارم بیاد بالا و میام اینجا بخوام یه چیزی رو بنویسم. حالا اینا رو در نظر نگیرید. خب میام اینجا مثلا میخوام بنویسم استرینگ مثلا فرست نیم و ببین توی دابل کوتیشن بنویسم تورنج. خب و میگم که سی آوت کن یا مثلا متغیر به نام فرست نیم رو برام اجرا کن. حالا کاری نداشته باشه اینو چیه اند ال رو هم قرار میدم و میام اینجا رانش میکنم. میاد برام این مقدار تورج رو چاپ. ببین تورج رو اومد چاپ. خب کافیه من بزنم تو سینگل کوتیشن. خب من گذاشتمش تو سینگل کوتیشن. میام رام میگیرم ببینم چی میاد میگه ارور داد. داره میگه ببین اینیشیالایز کردی آرگومانی که تو داری میذاری، ببین کره و کارکتره، کارکتر نمیتونه در واقع توی سینگل کوتیشن توی زبان‌های برنامه‌نویسی مثل جاوا، مثل سی پلاس پلاس، مثل سی، هر چی که توی سینگل کوتیشن قرار میگیره کره. یعنی چی؟ یه کارکتر میتونه قرار بگیره و از نوع کر هم هست. خب الان میام اینجا اجرا بکنم، میاد برای من چی رو؟ تی رو چاپ میکنه. مشکلی نداره. پس الان فکر میکنه فهمیدی که فرق دابل کوتیشن و سینگل کوتیشن چیه. حالا یکی برمیگرده میگه من توی پی اچ پی یا لاراول یا پایتون دارم سینگل کوتیشن میذارم کار میکنه. آره من میدونم کار میکنه، نمیگم کار نمیکنه که، ولی شما یاد بگیر هر چی که توی دابل کوتیشن هستش اصطلاحا بهش میگن چی؟ استرینگ یا رشته. حالا میخوام در موردش صحبت کنیم. حالا من نرسیدم به استرینگ ها و اینا، فقط من خواستم بهتون یاد بدم که اولین دستوری که میتونید یاد بگیرید و ازش استفاده بکنید دستور اکوه. و شما بیا توی دابل کوتیشن قرار بدید. دابل کوتیشن هر چی توش قرار بگیره اصطلاحا استریک. خب میخوام برم چیزی که چاپ کنم. آیا من میتونم از دستورات HTML استفاده کنم؟ آره. بیا اینجا HTML چجوری مینوشتی؟ بیا اینجا الان نوشتم BR. BR میبینی رنگش فرق کرد. این در چیه؟ یه دونه تگ HTML. بیا می‌نویسم اکو. بیا اینجا تگ HTML در واقع H1 استفاده می‌کنم. دوباره داخلش می‌نویسم هلو ورلد. اتفاقی میفته. میام اینجا رفرش میکنم. ببین F5 بزنی کنترل U رو بگیر ببین پشت در واقع قضیه کارت چی هستش. این هلو ورلد رو بدون اینکه استایل خاصی داشته باشه اومده چاپ کرده. این BR رو چاپ کرده و بعد H1 رو چاپ کرده. ببین آپاچی اصطلاحا شما هر F5 که میزنید ببینید توی تمام زبان‌های برنامه‌نویسی، همه زبان‌های برنامه‌نویسی فرق نمی‌کنه، خاصی کلاس کلاس باشه میشه. ما سی باشه، جاوا باشه، پی اچ پی، پایتون فرق نمی‌کنه. مفصل برای ما مفصله یا کامپایلر اسم اشتباهیه، ما مفصل بعد داره ایشون میکنه. برای کامپایلر اصطلاح میاد یه سری اتفاقات میفته و میاد تبدیل میکنه به 0 و 1، ولی ایشون مفصله. خب مفصل چیکار میکنه؟ از بالاتر خط شروع میکنه بخونه. یعنی نگاه میکنه میبینه خب خط 1 میبینه خب این بلوک پی اچ پی باز شده. خب میگه توش دیگه از الان هر چه برمیگیره پی اچ پی. میاد اینجا خط اول بعد از اینکه این رو اجرا کرد میگه خب آپاچی میگه میام خط دوم رو اجرا میکنم. میگه میاد اولین چیزی که میبینه اکو، میگه خب اکو رو میخواد اجرا کنه، یعنی یه چیزی با چاپ کنه. هر چی داخل این هست رو چاپ میکنه، سه میکنه توی همه زبان‌های برنامه‌نویسی به غیر از جاوا اسکریپت و پایتون. یعنی اینکه شما به انتهای برنامه رسیدی برو خط بعدی رو اجرا کن، یه دستور بعدی رو اجرا کن. اگر سمیکالن نذاری خطا میگیره برات. زبان پی اچ پی، سی پلاس پلاس، سی
اینها ببینیم میگه من انتظار دارم تو سمی کالن بذاری ها، من نذاشتم، ببین چه اتفاق میفته. F5 رو میزنیم پارس ارور، با خطاها داریم آشنا میشیم کم کم. این پارس ارور اتفاق میفته، سینتکس ارور، میگه ببین توی سینتکس رو کم گذاشتم. میگه من ازت انتظار داشتم بعد از چی در واقع اکو بیای چی بذاری، سمی کالن بذاری، نذاشتی. خطش هم بهت میگه، میگه لاین 3، خب لاین 3 یعنی اینجا داره میگه قبل از اینکه داره منظورش اینه که سر لاین 3 من اومدم برسم نتونستم اجرا بکنم، این منظورش اینه. میگه آن، آن یعنی همین که روی خط سه رسید، پس یعنی شما قبلش ارور دارید، سمی کالن تو میذارید. پس توی زبان برنامه‌نویسی پی اچ پی آپاچی مفسر شماست، اصطلاحا میخونه تفسیر میکنه کدتون، میاد اینجا باز میکنه میبینه خب این کد پی اچ پی باز شده، میاد اینجا اول چیزی که میبینه اکو، میگه خب من اکو رو دیدم میخوام چاپ بکنم، هر چی که داخل دابل کوتیشن هستش رو چاپ میکنه، سمی کالن، یعنی که خط کد تموم شد، برو خط بعدی. میاد اینجا میگه اکو، میاد میرسه به چی؟ به بی آر، یه تگ اچ تی ام ال بی آر رو چاپ میکنه، سمی کالن. بعد میاد اینجا اکو، میاد چیکار میکنه؟ میاد اچ 1 رو، هر چی که داخلش هستش رو همراه با اچ 1 چاپ میکنه. دقیقاً چیزی که شما اینجا داری میبینی، اینجا F5 رو من میذارم برام اجرا میکنه، استایل هایی که مربوط بهش چیزایی که میخوام رو داده داره و انجام داره. میاد میبینید تفسیر میکنه، دقیقا آپاچی اینجا چیکار که تفسیر کرد، اومد دونه دونه اینها رو چاپ کرد، اینو چاپ کرد، چاپ کرد، چاپ کرد. یعنی من اگه بخوام تا قیام قیامت اینجا بنویسم مثلا اکو، چه میدونم بیام اینجا بذارم H2 و برگردم بگم مثلا my name is Suraj Armin، بعد بیام این طرف برگردم کنترل دابلی رو بزنم ببنده، دوباره اینجا میبینید که برام چاپ کرد، کنترل دو رو میذارم میبینید یا اچ 2 اضافه کرد و همین سادگی. یعنی من بیام اینجا هی بنویسم، بنویسم اکو، خب من دیگه میبینید بی آر استفاده نمی کنم، خودتون میبینید اچ 1 یه تگ بلاک هستش، یعنی کسی رو نمیذاره بغلش بگیره، بشه به خاطر همین میبینید میره خط بعدی، دیگه بی آر نمیخواد. بنویسم اچ 3 و به این شکل اینجا قرار میدم و بنویسم چون میدونم this is test، مثلا this is test رو برامش خرم، من میام اینجا F5 دارم این this is test رو برده کتولی رو میذارم، میبینید که اشتر رو هم اینجا میتونم همینجوری بیام پایین اکو پی پاراگراف بیا برای من بنویس، this is test بذاریم یه ست نقطه بذاریم کنترل سی کنترل بی همینجوری بذارید بره. ببینید اینجا یه اتفاق بد افتاد، اینو ببینید الان اومد اینجا از صفحه زد، خب من نمیخوام انتهای به صفحه رسید، میخوام بیاد پایین. میاد اینجا فایل سیتینگ، میاید میرید توی جنرال، یه گزینه داره به نام سافت رپ. سافت رپ یعنی چی؟ یعنی نرم افزار بشونش وقتی که دیتا توش زیاد نگیره تو صفحه و بیاد پایین. میاید این گزینه تیکشو میزنید، همه اینا رو پاک میکنه الا استار رو، استار رو میذاری میمونه، اپلای رو میزنی، اوکی رو میزنی، میبینی میاد به انتها میرسه، خودش میشکنه میاره پایین. حالا آب خوردم هم میام اینجا رفرش میکنم، میبینید که این دیتا رو برای من اینجا چاپ کرد. کنترل یو هم بزنم میبینید که پی رو برای من اینجا داره چاپ. خب اینا به این شکل، پس ما تونستیم تگ هایی رو که میخوام اینجا قرار بدم. آیا من میتونم استایل بدم؟ بله، شما آب خوردم میتونی بیا اینجا یه استایل برگرد بگو استایل نکته. ببینید توی دابل کوتیشن میتونی سینگل کوتیشن استفاده کنی، خب نمیتونی توی دابل کوتیشن بیا اینجا برگردی بگی اینم باشه دابل کوتیشن. ببین ارور میگیره اینجا داره خطا میکنه. پس توی دابل کوتیشن میتونی برای اتریبیوت هات، اینا اتریبیوت هن استایل، چون میدونم آن کلیک، آن دابل کلیک، اینا میبینی خودش داره پیشنهاد میده، میگه من سینگل کوتیشن استفاده میکنم، همون چیزی که خودش پیشنهاد میده ازش استفاده کن. و قانون، به عنوان قانون در نظر بگیر، توی دابل کوتیشن شما میتونی سینگل کوتیشن استفاده کنی و معکوسش، توی سینگل کوتیشن میتونی دابل کوتیشن استفاده کنی. ولی من به سینگل کوتیشن اینجا گفتم پیشنهاد ندادم، اثباتش هم کردم برای چی دابل کوتیشن داخلش سینگل کوتیشن. حالا من میام اینجا برمیگردم میگم که یه پدینگ به این بده، من فرض میکنم بلدی، میگم 10 پیکسل، یه باکس سایزینگ به این بده میگم border box، و یه background color هم بهش بده، مثلا بهش بده orange red، و text align بشم بکن center. خب بیام اینجا ببینم اعمال میکنه
اینا رو ببینید به همین زیبایی اعمال میکنه، کنترل جور میزنه و ببینید که اینجا بهش استایل هم داد. این نوع کد زدن من بهش میگن چی؟ بلاک پی اچ پی. من دارم داخلش چیکار میکنم؟ کد میزنم، یا اصطلاحا بهش میگن داخل بلاک پی اچ پی شما دارید کدهای اچ تی ام ال استفاده میکنید. پس داخل بلاک پی اچ پی من دارم کدهای اچ تی ام ال استفاده میکنم و این اشتباه ترین نوع برنامه نویسی هستش که طرف بیاد توی بلاک پی اچ پی شروع کنه تپای اچ تی ام ال رو استفاده کردن. معکوسش رو بهش میگن این لاین بلاک. توی این لاین بلاک که قرار هستش اصلا کلا وبسایتمون رو باش طراحی بکنه تو همه زبانه برنامه نویسی حالت این لاین بلاک استفاده میکنن، یاد میگیریم که ببینیم چجوری میتونیم پی اچ پی بنویسیم. خب این حالت اول این رو تمرین بکنید، این رو به این صورت بنویسید تا بریم حالت بعدی رو بعد.